سلام، چهارشنبه شمبه 14 شهریور 1403 4 سپتامبر 2024 میلادی از گمرکات کشور خبر میرسه که دفتر آقای پزشکیان رئیس دولت دستور سریع و فوری داده به اینکه دوربین های امنیتی چهره زن به سرعت باید ترخیص بشه و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته تصریح دفتر پزشکیان برای ترخیص این دوربین ها و فوریت همکاری با وزارت اطلاعات برای به بهانه امنیت چه معنی داره؟ دوربین هایی که دیدیم قبلاً از چین واردات شده و حتی یکی از است که اون قرارداد ننگین 25 ساله با چین امضا شده که بیش از 3000 از این دوربین های چهره زن رو ضرب اول چینی ها دادند ولی در جریان انقلاب ژینا به قول بچه های فعال چشم شیطان رو کور کردند. یکی از اولین هدفهای مبارزان کور کردن و شکستن این دوربینها بود حالا با حرکت آقای پزشکیان با فولیت و دستور تسریع قرار است که باز هم از این دوربینها ترخیص و بیشتر در کشور نصب بشه دوربین هایی که ها، کارکرد اصلیشون دستگیری فعالین مزاحمت برای زنان و دختران در مسئله تحمیل هجاب و دستگیری و سرکوب مردم بوده از آقای پزشکیان که مدعی است همه چیز رو با مردم در میان میگذاره و اگر هر عیبی داره با مردم رو راست هست باید سراحتا پرسید که چه توضیحی داره برای نه فقط همکاری برای ترخیص این دوربین ها بلکه دستور تصریید و فوریت و این چه اقدامی است علیه مردم کشور ایران و تهدید امنیت فردی هر شهروند ایرانی در راستای سیاست های سرکوبگرانه خامن که پزشکیان این گونه با اون همکاری میکنه آقای پزشکیان باید گفت اگر کاری از دست بر نمیاد لا به مردم بگو و اون که وعده کردی استعفا بده و بیش از این از شریک جنایتکاران نباش اما خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز عنوان کرد که موضع روسیه در مورد کوریدور یا دالان زنگ زور کاملا قطعی است بعد از اینکه آقای پوتین مسافرتی به جمهوری آذربایجان داشت و در اونجا پشتیبانی کرد از موضع آذربایجان برای احداث این کریدور 36 کیلومتری که جمهوری آذربایجان رو به نخجوان وصل میکنه و جایی که در واقع نخجوان جمهوری خودمختار ب... جمهوری خودمختاری که بخشی از آذربایجان محسوب میشه بین ترکیه، ایران و ارمنستان قرار داره و در واقع از جنوب ارمنستان عبور میکنه وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر روسیه رو احضار کرد اعتراض کرد به و عنوان کرد که تهران چنین کاری رو خلاف منافع خودش میدونه و تحمل نمیکنه اما امروز در واقع آقای پوتین با این اظهار سخنگوی وزارت خارجهش تو دهنی محکمی به خامنه ای زد و درست مثل اینکه نوکری رو روانه بکنند عملا توسری زد و گفت که این فضولی ها به خامنهای و جمهوری اسلامی نیامده احتاس این دالان یا کریدور اگر راهاندازی بشه عملا رابطه شرق و غرب رو و به خصوص به نفع ترکیه خواهد بود و روسیه همچنین به آذربایجان وصل میکنه و از اونجا به جمهوری های دیگر اطراف دریای مازندران و روسیه و عملا برتری رو که ایران داره در ارتباط شرق و غرب و ترانزیتی که از ارمنستان انجام میده با اروپا به این ترتیب از بین خواهد بود ضمن <تصفح> اینکه یک سری مشکلات به اصطلاح مزیت های استراتژیک رو هم از دست ایران میگیره و مشکلاتی رو در آینده ایجاد خواهد کرد. در واقع باید پرسید باز هم خامنه ای که تکلیفش معلومه او کسی است که توق بند... بندگی پوتین به گردنش افتاده و در مقاطع مختلف در صحنههای گوناگون این بندگی و بردگی رو نشون داده باز هم باید به آقای پزشکیان گفت که در سیاست خارجی اگر مدافع منافع ملی ایران هست چگونه میخواد با این دهنی روسیه به خامنه ای کنار بیاد؟ از ایشون باید پرسید که آقای لاروف گفته به زودی قرارداد 25 سالی راهبردی با ایران هم امضا خواهد شد و آیا حاضر است آقای پزشکیان که ادعای ملی بودن داره منافع ملی ما رو در راه در پای روسیه قربانی کنه یا نه بخصوص اینکه این روزها به شدت مسئله دادن موشکهای بالستیک به روسیه از سوی جمهوری اسلامی هم خبر جنجال برانگیزی شده که نشریات غربی سیاستمداران غربی امریکاییها اروپاییها و اوکراین به اون حساسیت بالایی نشون دادن این کار که به نظر قطعی میرسه از سوی جمهوری اسلامی انجام بشه در واقع میشه گفت که ای و جمهوری اسلامی رو شریک های جنگی پوتین میکنه که خودش در دیوان کیفری بینالمللی به اتهام جنایت جنگی محکوم شده بیش از پیش جمهوری اسلامی شریک این جنایت ها خواهد شد موضوعی که باز هم فشار بیشتری بر گرده کشور و ملت ایران از سوی کشورهای غربی خواهد آورد و مشارکت در جنگ است که هیچ منفعتی برای ایران نداره که هیچ سرتاپا زیان و ملی است. و منافع کشور ما رو در پای روسیه در اینجا هم قربانی خواهد کرد. بنابراین باز هم در این زمینه هم باید خطاب رو به آقای پزشکیان کرد که به هر حال در راس دولت قرار داره که اگر مسئله ارسال موشکای بالستیک به روسیه در این دوره اتفاق بیفته طبعات اون گریبان ملت ایران رو میگیره و آقای پزشکیان و دولت او هم شریک این خیانت ملی محسوب میشه. با امید پیروزی ایران و ایرانی